اگه این 6 تا نکته رو یاد نگیری شاید اطلاعات شخصی تو از دست بدی یا پیجت هک بشه یا شاید هم حساب بانکی تو خالی کنن. 6 تا نکته ای که خیلی ساده است اما تمام امنیت توی اینترنت به دونستن و رعایت کردن همینا بستگی داره. پس این ویدیو رو حتما ببین و نکاتی که میگم رو اجرا کن. سلام، مرضیه هستم از تیم نوین. امنیت توی اینترنت برای کاربرای عادی مثل من و شما اصلا کار سخت و پیچیده ای نیست. اگر میبینی افرادی به اسم متخصص امنیت و پیج و این چیزا دارن از مردم پول میگیرن، صرفا دارن از ناآگاهی مردم استفاده میکنن. ناآگاهی از همین چند تا نکته ساده که هر کسی میتونه یاد بگیره. بریم ببینیم 6 تا نکته چیان. نکته اول، داشتن رمز خوبه. رمزی خوبه که ترکیبی از حروف کوچیک و بزرگ، اعداد و کاراکترهای خاص باشه. هر چقدرم طولانی تر باشه بهتره. البته نه اونقدر طولانی که یادت بره. تا جایی هم که امکان داره سعی کن رمزت بی‌معنی باشه، یعنی اسم، تاریخ تولدت و هر چیزی که بقیه ازش خبر دارن رو به عنوان رمز انتخاب نکن. خیلی مهمه که برای همه چیز و همه جا از رمز یکسان استفاده نکنی، یعنی رمز ایمیلت، اینستاگرامت، حساب بانکی یا اپلیکیشن دیگه ایت یکی نباشه. اینجوری حداقل اگه یکی از رمزا دست کسی افتاد به بقیه اکانتا دسترسی پیدا نکنه. نکته بعدی، تنظیم رمز دومه. رمز دوم یه ورود دو مرحله ای توی اکثر سایت ها و اپلیکیشن ها هست، مثل همین رمز پویای خودمونه. توی اکانت گوگل و اینستاگرام هم میشه از یه برنامه به اسم اتنتیکیتر استفاده کرد که رمز موقت میده و فقط یه نفر بهش دسترسی داره. راه های دیگه هم مثل رمز دوم پیامکی یا تایید مستقیم از گوشی هم هست، اما به نظرم همون کد ایبار مصرف از همشون بهتره. برای راه اندازی تایید دو مرحله ای باید نرم افزار گوگل اتنتیکیتر رو نصب داشته باشید. اینجا میتونین از گوگل پلی یا اپ استور دانلودش بکنید. ما نصب داریمش. اینستاگرام رو باز میکنیم، توی قسمت تنظیماتش وارد قسمت سکیوریتی میشیم و اینجا قسمت تایید دو مرحله ای. خب اینجا دکمه استارت رو میزنیم. اینجا همونطور که توضیح دادم دو تا گزینه اپلیکیشنی و پیامکی داره که ما گزینه اپلیکیشنیش رو فعال میکنیم. این پایین گزینه نکست رو میزنیم و اینجا وارد نرم افزار گوگل اتنتیکیتر میشه و از ما سوال میکنه که آیا تایید میکنین این یوزر ثبت بشه یا نه، که ما اوکی رو میزنیم. حالا پیج اینستاگراممون داخل اپلیکیشن اتنتیکیتر ثبت شد. حالا برمیگردیم داخل اپلیکیشن اینستاگرام، نکست رو میزنیم و از ما کد میخواد. برمیگردیم داخل اتنتیکیتر، کد رو کپی میکنیم و اینجا پیستش میکنیم. تایید دو مرحله ما تموم شد و در مرحله آخر بهمون ریکاوری کد میده. این برای وقتیه که شما به نرم افزار گوگل اتنتیکیتر دسترسی ندارین و با این کدای موقت میتونید وارد پیجتون بشین. این کدا خیلی مهمن و باید جای امنی نگهشون دارین و به کسی نگین. نکته سوم اینه که ایمیل و موبایلتو امن نگه داری. امنیت این دوتا از همه چی مهمتره، چون بقیه اکانتات به ایمیل و شماره تماست وصله. حالا بریم سراغ سه تا نکته بعدی. هر برنامه‌ای رو ندیده و نشناخته روی گوشیت نصب نکن. اگه برنامه ناامن روی گوشیت نصب کنی ممکنه به اطلاعات شخصی دسترسی پیدا کنه و بفرسته برای سازنده اون برنامه. پس تا جایی که امکان داره برنامه ها تو از پلی استور گوگل یا اپ استور اپل دانلود کن. اگه هم شک داری یه برنامه امنه یا نه به دسترسیه که میدی توجه کن تا هر دسترسی رو علیکی تایید نکنی. نکته پنجم، توی اکانت گوگل، اینستاگرام یا بعضی اکانت های دیگه یه قسمت هست به اسم اکتیویتی که نشون میده چه دستگاهی تو چه ساعتی و از چه شهری وارد اکانتت شده. حالا اگه دیدی از یه دستگاهی که نمیشناسی یا از یه شهر دیگه وارد اکانتت شدن، سریع دسترسیشو قطع کن. و نکته آخر که خیلی از هک ها با این روش اتفاق میفته، حواست باشه به هر پیام و تماسی که نمیشناسی اعتماد نکنی. مثلا اگر تو دایرکت کسی بهت پیام داد که من پشتیبان اینستاگرامم، این لینک رو باز کن، این فرم رو پر کن، اصلا باور نکن، چون اصلا اینستاگرام به کسی دایرکت نمیده. اگرم مشکلی باشه به ایمیلت پیام میده، اونم با آدرس رسمی. یا اگه سایت یا هر برنامه ای ازت رمز ایمیل یا هر رمز دیگه ای خواست، به راحتی اعتماد نکن. همین 6 تا نکته جلوی خیلی از مشکلات رو میگیره. اگر و اگر هم مشکلی برای اکانتت پیش اومد، تنها کاری که باید بکنی اینه که به پشتیبانی پیام بدی، چون اونا حتما پیگیری میکنن و مشکلتو برطرف میکنن. امیدوارم که هیچ وقت مشکلی برات پیش نیاد و یادت نره این پستو برای دوستا و اطرافیانت بفرستی تا اونا همین نکات یاد بگیرن. ماسکتو بده بالا، توپق در توپق گیگ اینجوری شده.